درودی به وسعت ایران زمین خدمت شما یاران وفادار کانال آوای ایران در این ساعات حساس با دو خبر و تحلیلی بسیار مهم و فوری در خدمت شما هستیم تمام سفارتخانه های غربی تعطیل شدند پیام شاهزاده به ارتش ایران خامنه ای به سیم آخر زد مقاومت مردم در مقابل وحوش جمهوری اسلامی اما قبل از ادامه برنامه از شما همراهان عزیز می خواهیم که همین الان این ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه نظرات خودتون رو در ارتباط با فعالیت رسانه آوای ایران برای ما کامنت کنید. تمام سفارتخانه های غربی تعطیل شدند. پیام شاهزاده به ارتش ایران بنابر آخرین اخبار رسیده سفارتخانه های دولت های اروپایی یکی پس از دیگری در حال بسته شدن هستند. تا لحظه تنظیم این خبر سفارتخانه های هلند، ایتالیا، فرانسه، بریتانیا و استرالیا تا اطلاع ثانوی بسته شدند. همزمان با افزایش حمله اسرائیل به سایت های هسته ایران در ساعات آینده دو مقام اسرائیلی به شبکه CNN گفتند که کابینه جنگ اسرائیل همچنان در حال رایزنی درباره نحوه واکنش به حمله جمهوری اسلامی است. به گفته آنها اعضای کابینه مصمم به واکنش هستند اما در جلسه بعد از ظهر دوشنبه درباره زمان و ابعاد آن بحث خواهند کرد مقام های اسرائیلی گفتند که کابینه جنگ اسرائیل علاوه بر پاسخ نظامی احتمالی گزینه های دیپلماتیک برای انزوای بیشتر جمهوری اسلامی در صحنه جهانی را بررسی خواهد کرد یک مقام اسرائیلی درباره گزینه های نظامی اسرائیل برای پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به CNN گفته کابینه جنگ در حال بررسی حمله به تأسیسات ایران که پیامی را ارسال کند اما تلفاتی نداشته باشد است. در ایران عباس گلرو عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به پاسخ احتمالی اسرائیل به حمله جمهوری اسلامی به عصر ایران گفت بعید میدانم اسرائیل اماکن غیر نظامی ما را بزند حتی اماکن نظامی ما را هم نخواهد زد رئیس کمیته دفاعی و سیاست خارجی پارلمان اسرائیل کنست در گفتگو با اسکای نیوز تاکید کرد این کشور به حمله جمهوری اسلامی واکنشی متفاوت و دردناک نشان خواهد داد. رادیو ملی اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد این کشور اعلام کرد اکثریت اعضای کابینه جنگ اسرائیل از واکنش این کشور به حمله جمهوری اسلامی حمایت می کنند. این در حالی است که کابینه جنگ اسرائیل دیشب بدون نتیجه مشخص درباره واکنش به حمله جمهوری اسلامی پایان یافت. بر اساس گزارش رادیو ملی اسرائیل تنها اختلاف موجود در میان اعضای کابینه جنگ چگونگی و زمان واکنش اسرائیل به این هم حمله است همزمان خبرگزاری رویترز تلویزیون انبیسی و روزنامه اسرائیلی اسرائیل هیوم به نقل از مقامهای اسرائیل گفتند که اسرائیل حتما به حمله جمهوری اسلامی واکنش نشان خواهد داد والستری جورنال نیز به نقل از های آمریکایی نوشت واکنش اسرائیل در آینده نزدیک رو خواهد داد. همزمان رئیس کمیته دفاعی و سیاست خارجی کنست در مصاحبه با اسکای نیوز تاکید کرد این کشور به حمله جمهوری اسلامی واکنش نشان خواهد داد. ادلشتین گفت که واکنش اسرائیل متفاوت و دردناک خواهد بود و موجب شگفتی تهران خواهد شد. جمهوری اسلامی بامداد یک شنبه با که بیش از 300 پهباد، موشک کروز و موشک بالستیک به اسرائیل حمله کرد. بر اساس گزارش تلویزیون ای بی سی، نه موشک بالستیک ایرانی موفق شدند به دو پایگاه ارتش اسرائیل در صحرای نگب برخورد کنند. شش موشک از این میان به پایگاه هوایی نواتیم برخورد کرد که خساراتی به این پایگاه و نیز یک هواپیمای باری نظامی وارد کردند. همزمان والستری جورنال اعلام کرد نزدیک به نیمی از موشکهای بالستیک شلیک شده از ایران یا اصلا به مقصد نرسیدند و در راه به صورت خود به خود منفجر شدند یا اصولا در زمان شلیک با مشکل فنی روبرو شدند بر اساس گزارش های های اسرائیلی از جمله کانال دوازده همزمان با آغاز حمله جمهوری اسلامی شماری از وزیران کابینه جنگ به ویژه بنی گنت و گادی آیزنکوت خواهان حمله فوری و همزمان اسرائیل به ایران بودند بر پایه این گزارش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر یوآف گالانت وزیر دفاع و هرسی هالوی رئیس ستاد کل ارتش با این پیشنهاد مخالفت کردند آنان برای مخالفت خود چندین دلیل ارائه کردند از جمله اینکه در آن زمان فشار زیادی بر نیروی هوایی برای خنسا کردن حمله جمهوری اسلامی وجود داشت و دوم اینکه فکر می کردند که اگر حمله جمهوری اسلامی خسارت بالایی داشته باشد و واکنش همزمان اسرائیل خساراتی پایین فرصت مقابلی شدید با ایران از دست می شاهزاده رضا پهلوی که پیشتر در آستانه حمله جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل اعلام کرده بود جنگ خامنه ای جنگ ایران و ملت ایران نیست، بار دیگر در پیامی با خوشدار نسبت به وضعیت کنونی و شرایطی که رژیم به جامعه ایران تحمیل کرده و هزینش را مردم میپردازند بار دیگر بر ضرورت پایان دادن به جمهوری اسلامی و بنیان نهادن یک دولت ملی سکولار و دموکراتیک در ایران تاکید کرد وی ضمن تاکید دوباره بر تلاش ایرانیان خارج کشور برای پشتیبانی از مردم داخل که از راه های مختلف می توانند این حمایت را به اقدامات عملی تبدیل کنند بار دیگر نیروهای نظامی را خطاب قرار داد و گفت آیا نمی بینید نیروی نظامی که روزگاری مایه رشک ارتش های منطقه و جهان بود امروز دست مایه تمسخر جهانیان شده؟ شاهزاده رضا پهلوی در توییتر خود نوشت سخنم را با پیامی به نیروهای نظامی کشور به پایان می برم. سران رژیم برای سالها با به انزوا و فلاکت کشاندن کشور ده میلیارد دلار را هزینه برنامه موشکی کردند که نتیجهش عملکرد تحقیر آمیز در حمله به اسرائیل بود. از صدها موشک و پهباد پرتاب شده تنها چند عدد وارد حریم هوایی اسرائیل شدند و به هدف اصابت کردند در این میان تعدادی از پهبادها در خاک ایران فرود آمدند و به شهروندان ایرانی آسیب زدند آیا نمی بینید نیروی نظامی که روزگاری مایه رشگ ارتشای منطقه و جهان بود امروز دست تمسخر جهانیان شده و تنها کارکردش کشتار و سرکوب مردم بیدفاع و تسلیح گروه تروریستی است؟ به خود بیایید و بیش از این کنار این رژیم بیکفایت و ضد ایرانی نیستید. بازگشت احترام به شما و اقتدار به ایران و آسایش و آرامش برای ایرانیان در گروه سقوط این رژیم زحاکی است. در این راه همراه ملت ایران باشید. شاهین مدرس پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم گفته حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل باخته به تمام معنا بود. تنشها را در منطقه افزایش داد و یک شکست مفتزهانه بود. او افزود اسرائیل با کشورهایی که قصد ضربه زدن به آنها را دارد کاری می کند که دیگر فکر حمله دوباره به سرشان نزند. این تحلیلگر مسائل بین المللی تاکید کرد پاسخ اسرائیل به جمهوری اسلامی در یک بازه زمانی رخ می دهد. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی نیز گفت کسانی که از رانتهای جمهوری اسلامی استفاده می کنند حمله به اسرائیل را در خیابانها جشن گرفتند. اما مردم عادی که پول موشک از جیب و صفرهایشان هایشان دزدیده شده ناراضی و عصبانی هند. او افزود: این در حالی است که حکومت دست به سرکوب و اعدام میزند و تمام شونات زندگی عادی مردم را کنترل می کند. مردم از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی هیچ امنیتی احساس نمی کنند و میدانند که در مواقع جنگ حکومت از آنها دفاع نمی کند. ای به سیم آخر زد. مقاومت مردم در مقابل وحوش جمهوری اسلامی نیروهای انتظامی باز هم به خیابان بازگشتند این بار با خشونت بیشتر علی خامنه ای در یک هفته در ماه فروردین دو بار در سخنرانی های خود بر الزام حجاب اجباری تاکید و موضوع حجاب را چالش تحمیلی حجاب برای جمهوری اسلامی عنوان کرد و خواستار برخورد دولت و قوه قضایی با زنان شد با این حال زنان ایرانی با قدرت و شجاعت بی سابقه به مبارزه خود ادامه می دهند و بدون هجاب در معابر عمومی حاضر می شوند. با اعلام آغاز طرح نور که فرماندهی نیروی انتظامی خبر از اجرای شدن آن از روز شنبه 25 فروردین 1403 داد، از ساعات ابتدایی این روز شهروندان در شبکه های اجتماعی ایکس با نوشتن روایت و به اشتراک گذاشتن عکس‌ها و ویدیوهای بسیاری از حضور گسترده و پرشمار نیروهای امنیتی برای مقابله و سرکوب با زنان دارای پوشش اختیاری در شهرهای مختلف ایران خبر دادند. جمهوری اسلامی تشدید جنگ با زنان برای حق پوشش اختیاری را محدود به خیابانها نکرده است. دانشجویان خاص دختران دانشجو با فشارهای بسیاری از روز شنبه 25 فروردین 1403 در های خوابگاهی، دانشگاه ها و حتی کلاس های درس روبرو شدهاند

شبا کردی هم گشاده دیگه این به لباس دانشگاه نمیتونه این احتمال تحریف شدنش کم نه میزنم شما داریم نه سخت تحریف گفته آی شو بابا خانم دو برو بیرون آی رو ببین هر چه بری آینامه نامه خودشو برو جای دیگه هستم بابا بایدون بشکه بلند شلوارم گوشاده دیگه خدایی به به دنبال شعله شدن نزاع میان حکومت و مردم بر سر مسائل مختلف از جمله الگوهای ارزشی و هنجاری و همچنین عناصر هویتی جمهوری اسلامی موضع خود را در موقعیت خطرناکی ارزیابی میکند اکنون در آستانه افزایش دما و به طبع آن کاهش پوشش زنان حرارت این نبرد نیز بالا خواهد رفت ضمنا چیز زیادی به دومین سالگرد خیزش بزرگ زن زندگی آزادی باقی نمانده است توجه به این مختصات همزمان با اوج درماندگی نظام در حوزه های متنوع داخلی و خارجی از اهمیت موضع های اخیر رهبر حکومت پرده بر می دارد. قابل پیش بود که اظهارات علی خامنه‌ای در حکم اعلام آتش به نیروها و نهادهای تحت امرش علیه مردمی است که انتخاب کردند جور دیگری زندگی کنند در پی سخنان او مقامات مختلف به تکاپو افتادند تا طبعیت بیچون و چرای خود از منویات آن مقام را به رخ بکشند قرائن و شواهد حاکی است که گشتهای به اصطلاح امنیت اخلاقی و ارشاد به خیابانها گسیل شدهاند و نظام در حال برغنداختن بر سلاح خود برای نبرد است به نظر میرسد رهبر نظام اسلامی بازی بر روی صفر یا را ادامه خواهد داد صحنه نبرد با جامعه را خالی نخواهد کرد باقی در ایوان قدرت نیز فاقد شهن و استقلالی برای عرض اندام و یا مخالفت با این حاکم مطلق هستند اما در سمت دیگر معادله نیز نیروی سازش ناپذیر قرار دارد نیرویی که نبر بر حسب مساله سیاسی یا مناسبات قدرت بلکه برای زندگی و تنها با اهرام و ابزار زندگی پیش می روید. نه سر خوشباوری آرمانگرایانه بلکه با نگاه به مسیر طی شده و با اذعان به طبعات و تلفات احتمالی سنگین می توان تصور کرد این نیروی مردم است که شاهین ترازو را به جانب کفه فردا خم می کند. یاران و همراهان عزیز به پایان این بسته خبری از کانال آوای ایران رسیدیم. در پایان یادآوری می کنم که لایک ها و کامنت های شما به ما انرژی رو میده که ما میتونیم این راه سخت را ادامه بدیم. لطفا همچنان انرژی بخش ما باشید و در کنار ما. پاینده ایران و ایرانی